سلام و شبتان بخیر. به خبر 8 خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 ماه جدی سال 1400 خورشیدی است. سرخط خبرها. بیش از 20 کشته و 4 زخمی در زمین لرزی بادغیس. یعنی هر شهید باندې مو ورته یو لک روپۍ ورسوي ورکړی دي او هر زخمی ته 50 روپۍ ورکړی دي. لغو سفر مشاور شورای امنیت ملی پاکستان به کابل. در ترکیب همین هیئت چند نفر خواهد بودند و یا به سرپرستی کی خواهد بود و کی خواهد آمد تا هنوز مشخص نیست. نگرانی سازمان ملل از وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان. لغو فروش تکت های المپیک زمستانی از سوی چین. و پیشنهاد شرکت های ساختمانی و معاون رئیس الوزرا. مشهوری خبرها. در نتیجه زمین لرزی نسبتاً شدید در بادغیس 22 تن جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رویدادهای طبیعی در هرات، غور و بادغیس خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. این زمین لرزه 700 خانه را در ولسوالی قادس بادغیس ویران کرده و در کنار این به منار جام تاریخی در ولایت غور آسیب رسانده است. عصر روز دوشنبه زمین لرزه نسبتاً شدید بادغیس را تکان داد. مرکز این زمین لرزه ولسوالی قادس بود که در 5 قریه حدود 700 خانه مسکونی تخریب شدند و 22 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند. تقریبا مو خوار کرد، یعنی هر شهید باندې مو ورته یو لک روپۍ ورسوي ورکړی دي او هر زخمی ته 50 روپۍ ورکړی دي او نور مهم خپل همکارانو ته وظیفه ورکړی دي چې پر ما تعین وخت باندې خپل مواد هلته ورسوي. تقریبا مالی زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنیو تخریب اندازن تر 200 کورنیو پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. ما د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ ته 28 پورې دوغنه کسانو معلومات ترلاسه کړی دي چې په شهادت رسېدلي او یا زخمیان شوي دي. مسئولان میگویند روند کمک رسانی به مردم آسیب دیده شروع شده است، اما کافی نیست. ما چیز اقتصاد نداریم، پس پس دوباره منزل خود جور کنیم. ما دوله آدم تاغازار دارم که دمیم مچرای قریب عالمی تا شده بوده خدا بوده. تصیح زنزله هم تا شده اینا دینا کمایی بکنه. این زلزله در غور و هرات هم احساس شده است، اما به منار تاریخی جام آسیب رسانده. مسئولان در غور میگویند اگر به وضعیت این بنای تاریخی رسیدگی نشود فرو میریزد. به اثر زلزله او تکان خورده و خشته های زور رخته و میلانی ها از اول 15 میل داشته ولی میلان زیادتر شده. با سر سیراب هایی که سال جاری است ممکن اگر بزرگان امارات اسلامی ریاست وزارت اطلاعات فرهنگ و سازمان یونسکو توجه جدی نداشته باشند ممکن است بین برود. در هرات اما باران های اخیر خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده است. مسئولان مربوطه میگویند تقریبا 100 خانه مسکونی در شرق شهر هرات قسمان تخریب شدند و مردم نیاز به کمک های فوری دارند. تیم های متنوع تقسیم شد به ساحات مختلف هرات رفتند. به ولسوالی ها تا اینکه شناسایی بشه برای آنها غذا توزیع بشه، سرپناه، خیمه، کمپل و کمک های نقدی که مؤسسات وعده کردند. تا سالهای اخیر زمین لرزه به این شدت بی پیشینه بوده است. آسیب دیدگان نیاز فوری به کمک دارند. قرار بود مشاور امنیت ملی پاکستان در رأس یک هیئت امروز وارد کابل شود، اما سفارت پاکستان در کابل با نشر اعلامیه گفته که سفر مشاور امنیت ملی این کشور تا هفته آینده به دلایل ناروشن به تعویق افتاده است. بر بنیاد گزارش ها از قبل نشده قرار بود موعد معید یوسف برای 2 روز به کابل آمده و با مقام های امارات اسلامی در مورد حصارکشی های اخیر در امتداد خط دیورند و راه کمک رسانی به مردم افغانستان گفتگو کند. امارات اسلامی هم هدف از سفر مشاور امنیت ملی پاکستان را گفتگو روی مسائل جاری در کشور می‌داند. سمیه جایش گزارش میدهد. قرار بود مشاور امنیت ملی پاکستان روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقام‌های امارت اسلامی وارد کابل شود، اما سفارت پاکستان در کابل اعلام کرد که
سفر معید یوسف مشاور امنیتی ملی این کشور به دلایل به تعویق افتاده است. سفارت پاکستان همچنان نوشته است که سفر آقای یوسف به کابل هفته آینده صورت خواهد گرفت. مقام های پاکستانی به روزنامه دان گفتند که در سفر هفته آینده شمار از اعضای کابینه پاکستان آقای یوسف را همراهی خواهد کرد. و برخورد های کوچکی که در همین اواخر در نزدیکای نقاط صفری رخ داد، برای این موضوعات هر دو طرف با هم بحث ها و گفتگوها خواهد داشتند، ولی اینکه در ترکیب همین هیئت چند نفر خواهد بودند و یا به سرپرستی کی خواهد بود و کی خواهد آمد تا هنوز مشخص نیست. پیش از این منابع رسمی دولتی به روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گفته بودند که هدف از سفر این هیئت ارزیابی وضعیت و بررسی نیاز مردم افغانستان است. نمی کنند در کنرها و از یک طرف دیگه هیئت را که باید امروز می آمد میگن نسبت خرابی هوا با وجود که هوای کابل امروز صاف است. اسلام آباد هدف از سفر مقامات پاکستانی به کابل را همکاری در زمینه فراهم ساختن کمک های بشر دوستانه می خوانند. تا کنون پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، یک دور حمید فیض رئیس آیسای تای سفر رسمی به کابل آمده است. پدری مهم و مسئله که غواړي یو همغږي رامنځته کړي، هغه د افغان تر کوګدو کې د امنیت راوستلو په ټکو د افغان تر د غزولو اقتصادي مسایل او کلوې کې د سیمه ایزې اجماع په برخه کې پاکستان بالای طالبا فشار میاره یا یکی از طریق مذاکرات میخواد که بعضی مشکلات امنیتی داخل پاکستان حل بسازه. با آنکه پاکستان امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است، اما با حکومت امارت اسلامی تعامل دارد و رفت آمد و مقام ها میان دو کشور جریان داشته. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز تا اکنون دوبار به پاکستان سفر کرده است. گروهی از کارشناسان سازمان ملل و فعالان حقوق زن در افغانستان از آنچه محدودیت سیاسی و اجتماعی در برابر زنان گفته می شود ابراز نگرانی کردند. این گروه محدودیت های تازه وضع شده بر زنان از سوی وزارت امر به معروف را نوعی از خشونت سیستماتیک می گویند. اما این وزارت وضع برخی از قوانین تازه را محدودیت نمی داند و می گوید که دستورات تازه این وزارت بر بنیاد اوامر شریعت اسلامی و آیات قرآن کریم بوده است. فرحناز فریبرز گزارش می دهد. کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که امارت اسلامی در افغانستان در حال نهادینه کردن محدودیت‌ها بر زنان و دختران هستند. کارشناسان در سازمان ملل با ذکر محدودیت‌های تازه وضع شده از جمله ممنوعیت بازگشت زنان به وظایفشان، الزام وجود محرم برای بیرون رفتن از خانه، منع زنان از استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به تنهایی را به عنوان نمونه از محدودیت‌های وضع شده یاد کرده است. در مجموع این سیاست ها به معنای مجازات دستجمعی زنان و دختران است که بر اساس جهتگیری های جنسیتی و اعمال مضر شکل گرفته است. نهادها و سازمان های جهانی و کشورهایی که در 20 سال گذشته جهت تامین حقوق زنان افغانستان با مردم افغانستان همکار بودند، به جای ابراز نگرانی ها شایسته است تا گام های عملی جدی و فشارهای لازم را روی طالبان مبنی بر تامین حقوق زنان افغانستان وارد بکنند. اما در واکنش به این گزارش وزارت امر به معروف امارت اسلامی میگوید قوانین تازه به معنای وضع محدودیت ها نیست، بل رفتار بر بنیاد اوامر اسلامی است. به اسلامی ټولنه که هغه څه ته محدودیت نشي ویل کېدلی چې هغه یو شرعي حکم وي، چون کې زموږ ملت مسلمان ملت ده او زموږ ملت همدغه غواړي. این کارشناسان همچنان گفتند که اکنون در افغانستان حقوق شهروندی به ویژه حقوق زنان متأثر است، اما امارت اسلامی این گزارش را رد کرده میگوید در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر حقوق شهروندان تامین می باشد. امارت اسلامی بر هیچ هموطن و هیچ تبعی کشور خود کدام محدودیتی را وضع نکرده. تمام حقوق اتباع کشور ما بعد از آمدن امارت اسلامی محفوظ شده است. کارشناسان سازمان ملل در پایان این گزارششان بار دیگر از جامعه بین المللی درخواست کردند که برای افزایش کمک‌های بشردوستانه فوری به افغانستان اقدام کنند. بنیاد بیات به صدها خانواده نیازمند در لوگر به صحیح مواد غذایی توزیع کرد. مسئولان بنیاد بیات میگویند که این مساعدت‌های زمستانی که شامل آرد، روغن و برنج می‌شود بعد از سروی که انجام شده بود به خانواده‌های مستحق و نیازمند توزیع شد. مسئولان این نهاد امداد رسان همچنان بر کمک های بشری برای نیازمندان دیگر ولایت های کشور نیز تاکید دارد.
بیکاری و افزایش بهای مواد غذایی در این سرمایه سنگین از مهمترین عوامل است که مردم را با بحران مواجه ساخته و خانواده های زیاد با تهدید گرسنگی روبرو اند. این بار اما بنیاد بیات به صدها خانواده نیازمند در ولایت لوگر بسته های مواد غذایی توزیع کرد. مسئولان بنیاد بیات می گویند این مساعدت های زمستانی پس از سروی که انجام شده بود به خانواده های مستحق و نیازمند توزیع شد. مسئولان این نهاد امدادرسان همچنان بر کمک های بشری برای نیازمندان دیگر ولایت های کشور تاکید دارند. در ادامه کمک های زمستانی بنیاد بیات که در ولایت مختلف توزیع صورت گرفته، امروز هم خوشبختانه در ولایت لوگر آمدیم که لستش قبلا از طرف تیم بنیاد بیات سروی شده و جمع‌آوری شده بود و یک تعداد از مستحقین مستضعفین و معلومین و معیوبین ای توضیح میکنیم که مواد شامل ها روغن و برنج باشد و ولایت دیگه که مانده به زودی انشاءالله هم توضیح خواهد کرد. این بسته های کمکی که شامل آرد، برنج و روغن می شود، هدف آن دستگیری نیازمندان گفته شده است. در همین حال، کسانی که از این کمک ها مستفید شدند، از دیگر نهادهای خیریه نیز می خواهند که در چنین اوضاع دشوار دست نیازمندان را بگیرند. بنیاد بهات برای ما کمک میکنه، ما خیلی خوش خوشحال هستیم، خدا دیگه توفیق رو بده امرای ما کمک کنه. خیلی مردم اینجا بیچاره و غریب هستن. من ډیر خوشاله یم ورجانه چې بل ورځ مونږ تراغ لوي مونږ لیسی واخیستاله ورته وی وی چې امر به المغرب تراشه. مونږ ډیر خوشاله یم خپل مشګرات کو ورځ سال یو نیم سل روپۍ پیدا کو. دې مونږ دې ورځ 200 یا سل یا نیم سل روپۍ مزدوری ده. دغه شای چې مونږ ترا کې مونږ دې میاست خرچه ان شاء الله تعالی کیږي. خدای دې نور را کوم کو نه ورکی چې مو سمرسته وکي مسو کومک وکي. مون خاص دې وطن ته دې ولایت ترغلی مچګرات مزدوري په سیاري نه پکې په سیرغلی نو دلته کور لرو نو کوټه لرو نو نمره لرو. بنیاد بیات همساله در سراسر کشور به افراد نیازمند و بی بضاعت کمک میکند که سلسله این کمک ها به همه ولایات میرسد. بنیاد بیات در این دور کمک های زمستانی اش به ولایت کنداز، هرات، بلخ، اروزگان، کنر، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست و کابل رسیده است و در دیگر ولایت کشور نیز ادامه خواهد داشت. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای نزدیک به 1000 خانواده بجا شده داخلی و نیازمند کمک های بشری کمک توزیع کرد. به گفته مسئولان این وزارت، بسته های کمکی که شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی می شوند از سوی کشورهای چین، روسیه، قزاقستان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل به افغانستان مساعد شده است. شهروندان که افزایش بیکاری و گسترش فقر آنان را برای تأمین مصارف زندگی نسبت به هر زمان دیگر متاثر ساخته، از مسئولان می خواهند که در کنار این کمک ها زمینی کار را نیز برای آنان فراهم بکنند. عبیدالله انوری با جزئیات بیشتر. بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی در این سرمایه سنگین بر شمار نیازمندان به گونه فزاینده افزوده است. در حالی که زمستان بستر سردش را هموار کرده و به طبقه فقیر به شدت زیان رسانده است، میلیون ها تن از این مردم در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. شبیه بانوروگل، زندگی چنان او را فشار داده که حتی دیگر امان برای حرف زدنم نمانده است. خدا میرم آنا. اگه آنجای میرم، جا رو کشی میکنم. خدا ولی سر است، اون روز دو صد ریپی خود میمورم، دمزی آلخ کار میکنم. نیم بگاه کنم، بس چیزی هم نمیشه. دمره پا خدای من منده سخت داده چه ده یخنه اینه او سم طولش پا یخ متیر کرده ده خبی من قدیگی. همین گونه شمار نیازمندان که افزایش بیکاری و گسترش فقر آنان را برای تأمین مصارف زندگی نسبت به هر زمان دیگر متأثر ساخته، از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه کار را برای آنان فراهم نماید. اگر کار باشه که ما خود ما کار کنیم، خود ما فعالیت کنیم، از کف از ابله کف دست خود بخوریم، دی ما بسیار راضی است. دی سر هیچ مشکل ده خود دی میشت خرچم کی نکی لازم پر کور کی ما هیچ مشکل نه پیالی یا میشت طاقت کی بعد. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای نزدیک به 1000 خانواده بجا شده داخلی و نیازمند کمک های بشری توزیع کرد. یو خبر دا باید واضح وکړو، زموږ وزارت څه دی؟ دا د سیاست سره اړه نه لري.
موږ په دې سیاست کې دا ځای نه دی پر څکلی چې دا څوک یا د چا سره موږ محتاج ته کومک وکړو. نړیوال باید دا خبره موږ سره ومني چې دا د سیاست تابع نه ده، دا د مجبوریت تابع ده. فقر و تنگ دستی در افغانستان با گذشت هر روز در حال افزایش می‌یابد که نهادهای مددرسان همواره درباره بروز فاجعه انسانی در افغانستان پیوسته هشدار دادند. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. چند خبر کوتاه از جهان. چین فروش تکت تماشای مسابقات المپیک زمستانی را به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو کرده است. مسابقات المپیک زمستانی به تاریخ 4 فوریه 2022 آغاز می شود و یک گروه خاص تماشاچیان اجازه حضور در آن را دریافت خواهند کرد. سازمان دهندگان این مسابقات دیروز دوشنبه گفتند که به این تماشاچیان و بازیکنان توصیه شده که تدابیر خاص جلوگیری از انتشار کرونا را رعایت کنند. چین وعده کرده که آمار ابتلا به کرونا را به صفر می رساند، ولی موارد اخیر ابتلا به نوع اومیکرون ویروس کرونا درباره این تلاش ها شک و تردید ایجاد کرده است. اداره هوایی ملکی ملل متحد گزارش تحقیقاتی خود را درباره طیاره شرکت راین ایر تکمیل کرد که سال گذشته در بلاروس نشست اجباری کرد. این اداره ملل متحد گفت که گزارش تیم حقیقت‌یاب خود را با 36 کشور شورای خود و 193 عضو ملل متحد سپرده است. قرار است اداره هوایی ملکی ملل متحد به تاریخ 31 جنوری درباره یافته‌های خود یک گردهمایی دایر و اقدامات خود را اعلان کند. این طیاره در ماه می گذشته به بهانه اینکه در متن آن بمبی وجود دارد در میدان هوایی منسک به نشست مجبور ساخته شد، ولی سپس مقامات بلاروس یک خبرنگار به نام رامان پراتاسویچ و دوست دختر وی را دستگیر کردند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین میگوید با گذشت یک سال از زندانی شدنش هیچ گونه پشیمانی ندارد. او از حامیانش خواسته که از چیز هراس نداشته باشند. ناوالنی از زندان در یک پست در شبکه اینستاگرام گفت که نمیخواهد تا مردمی به گفته او صادق پس از این در ترس بسر برند. الکسی ناوالنی عکس مشترک خود و همسرش را در حالی که در لباس زندانیان دیده میشود به اشتراک گذاشته است. سازمان عفو بین‌الملل در نخستین سالگرد بازداشت ناوالنی از جامعه جهانی خواست تا صدایشان را برای رهایی او بلند کنند. ادامه خبرها پس از یک میان برنامه کوتاه. با ادامه خبر 8 باز هم خوش آمدید. اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان برای دریافت حقوق خود پیشنهادات خود را به صورت مکتوبی به دفتر رئیس الوزراء ارائه کرده است. اعضای سکتور خصوصی از امارات صمیمی می‌خواهند که راه حل برای مشکلات سکتور خصوصی بیابد تا سقوط این سکتور در کشور جلوگیری شود. ده‌ها تن از اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان در اینجا گرد هم آمدند تا نگرانی های خود را به صورت مکتوب با دفتر رئیس الوزراء در میان بگذارند. آنها میگویند که هزاران پروژه دولتی را در رژیم گذشته تطبیق کردند که دولت از این بابت حدود 60 میلیارد افغانی بدهکار است. این معترضان از امارت اسلامی افغانستان میخواهند که در حل مشکلات جاری با آنها همکاری کند. حتی به خاطر تکمیل شدن پروژه های خود جان خود از دست دادن، سرمایه خود از دست دادن. بسیار سرمایه انگفتی را ما در سر پروژه های ساختمانی و لوجستیکی و تجارتی و سرمایه گذاری کردیم. ریاست الوزراء هم عریضه کړی ده د خپل حقوق د غوښتنې دپاره، چون موږ د سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. په افغانستان کې په لکونو خلکو د لاسو مزدوري زموږ سره کړی ده او هغه نن په کور کې حلال نفقه نه لري. اعضای سکتور خصوصی و تاجران ملی میگویند امارت اسلامی در امر رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی توجه جدی داشته باشد، زیرا این سکتور میتواند در هماهنگی با حکومت برای توسعه اقتصادی در افغانستان مؤثر باشد. نو حداقل یو نسبی فیصدی پیسې د قراردادیانو په اختیار کې ورکړل سي تر څو دوی له قرضاري ونه په اخلاص وي، او بالاخره یو تجارتي گردش هم
رامنسته سوی. وزارت مالی افغانستان میگوید که به مشکلات شرکت های ساختمانی خصوصی رسیدگی می شود و تقریبا کار روی آنها را آغاز هم کرده است. کار شرکتونه چی حکومت پوروری دی ده هغه د پاره هم موږ په دانی مالی کال کې په نظر کې لرو چې یو کمیټه جوړ سي یواره ارزونه وکړي او بیا خپل تر وس مطابق څومره چې موږ وسی په هغه شکل به دوی پیسې ورکول کیږي. آگاهان اقتصادی نیز از امارت اسلامی می خواهند تا در راستای رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی اقدامات لازم را روی دست گیرد. نرخ اسعار یک دلار 105 افغانی و 3 پوند، یک یورو 115 افغانی و 8 پوند، یک درهم امارات 28 افغانی و 10 پوند، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1 پوند، 1000 روپیه پاکستانی 571 افغانی و 1000 روپیه هندی 1223 افغانی. وضعیت آب و هوا.